همین که دیدیم اینا رو با گردبول برستادیم و با ماتیت ده هم سوراخشو اندازه 7 10 کردیم. حالا من میخوام این قطعات رو هم دیگه بچسبونم، 7 تا برای یکی و 7 تا برای اون یکی. حالا چسب میزنم بینشون رو برام قرار میدم، تو این پیچ قرارشون میدم، از بالای مهمه همشون هم بسته بشن. اگه نیاز شد پیچ دستی هم میبندیم. سعی کنیم سوراخ وسط چسب نخوره که به پیچ درگیری نداشته باشه. آخریو چسب نمیزنم و همینجوری قرارش میدم، برای اینکه این یه سته و سته بعدی هم باید روی این قرار بگیره. پس این دوتا نباید هم دیگه بچسبن. همینطور که این چسب از بین قطعات زده بیرون، این قسمت وسطی رو چسب نزدیم چون میخواییم این دوتا از هم دیگه جدا باشه. یه غلطک این، یه غلطک این. من برای شفت غلطک ها از یه شفت 10 میل استفاده میکنم. یه اندازه 16 سانتی متر لازم دارم، یه اندازه 20 سانتی متر. شافت کوچیک‌تر باید از این قسمت‌ها دو تا تخت بزنم که سطحش صاف بشه، چون می‌خوام از این سوراخ بزنم و قلاوی بزنم و پیچ ببندم. پس من اینو بگیرم می‌بندم، فقط دقت کنیم که من اینجا رو که تخت می‌کنم و اینجا رو هر دو توی سطح باشن، تو افق توی سطح قرار بگیرن. بنظرم 2 تا 2.5 سانتی متر من باید این قسمت رو پخ بزنم و صافش کنم. حالا برای اینکه بتونم پیچ 6 ببندم اینجا، من از ماده 5 استفاده می‌کنم و قلاوی 6 می‌زنم. فقط سعی کنم که سوراخ رو عمود بزنم. حالا دو تا تیکه ورق فلزی احتیاج داریم که پهنای اون بندازه چوبام باشه. مثلا اگر تخته‌ای رو بریم اینجا 18 میلیمتر، اینا بنده همون 18 میلیمتر باشه، وسط سوراخ میشه و این پیچ 26 ازش عبور داده میشه که بتونیم از این بالا زمانی که سفتش میکنیم این شافت رو به سمت بالا بیاره. این قطعه رو تخته‌ای ثابت میشه و زمانی که پیچ سفت میشه این شافت به سمت بالا میاد یا بازش کنیم سمت پایین میره. از دو قسمت سوراخ میشه روی تخته‌ای پیچ میشه، از وسط هم سوراخ بزرگتر پیچ 6 میخوره که بتونیم پیچ رو توش قرار بدیم. من قسمت وسط رو متی 7 زدم که پیچ 6 توش راحت حرکت کنه و وقتی به انتها میرسه و صفر میکنیم هر سوش بگرده و قطعه شفت رو به سمت بالا بیاره. این دو طرف ماده 5 دادم که پیچه MDF بنده براحتی و از توش عبور کنه و توی تخته‌ای بسته بشه. من برای اینکه بتونم این قطعه‌هامون رو بالانس بکنم یه چیزی شبیه خراطی ساختم، یه چیزی دم دستی که سریع بتونم اینا رو بالانس بکنم. دو تا 10 تخته در نظر گرفتم، بسطشون سوراخ کردم، بنده شفت 10 میلیمتری این شفت توی این قلتکمون قرار میدم و میارم اینجا جا میذارم. اینجا تکیگاه گذاشتم دقیقاً تو مرکز این قلتکمون، یعنی قلتک وجودی نظر گرفتم که اینجا این تکیگاهمون در مرکز قرار بگیره. زمانی که دریلش ببندم و به دریل بگردش دارم، این بگردش دارم میاد و اینجا میتونم موقع تکیه بدم و اینا رو بالانس بکنم. بعد انجام میدم ببینید به چه صورته. اگه سنباده خیلی نرم میگیرم یه مقدار اگه بتونیم سطح اینو مهدب کنیم، یعنی به سمت طرفین یه مقدار کم بشه بهتره، بازی سنباده خیلی کم میشه. من تخته پوستم بهش میگم که کاملا سیغلی صاف بشه، بعد میرم قلتک بعدی. حالا یه کار مهم داریم، اونم اینه که این بولبرینگو جاشو روی این قلتک در بیاریم. رو اون قلتک نیازی نیست چون روی بدنه ها انجام میشه، ولی روی این قلتک باید بولبرینگو انجام بدیم که شفت وقتی روش قرار میگیره این قسمت هرزگرد بشه. پس باید سعی کنیم که یه سوراخ به اندازه این بولبرینگ دقیقاً در مرکز این دایره که ایجاد کردیم در بیاریم. با علامت گذاری من میتونم این کارو انجام بدم. پس متی گرپول 26 استفاده میکنم، این بولبرینگ 26 بعد دقیقاً یه سوراخ اینجا ایجاد میکنم، جای بولبرینگو به ضخامت خالی میکنم و توش جا میزنم. من علامت گذاری کردم که متی دقیقاً به این علامت قرار بدم و سوراخ کنم، ولی میتونیم اندازه گذاری از پشت برداریم، اندازه دایره رو و براش روی درستون یه تکیه تعریف کنیم، تکیه بدیم و دقیقاً متی رو تو جاش بزنیم. به این صورت حالا با ضربه میتونیم بولبرینگ رو کاملا جا بزنیم. قبلش باید سوراخ دهی که زدیم رو من یه مقدار بیشترش کنم، مثلا متی 11 اش بزنم یا 12 که این شافت به طور آزاد توش حرکت بکنه. زمانی که بولبرینگ اینجا قرار میدیم بولبرینگ با این قلتک درگیر میشه، شافت با بولبرینگ درگیر میشه، شافت داخل و قلتک به صورت هرزگرد به گردش در میاد. یعنی شما اگه شافت نگاتیو میتونید قلتک رو به گردش در بیارید. پس من سوراخ رو بیشترش میکنم. خب من متی 11 زدم و به این صورت این شافت بسیار آزاد حرکت میکنه. حالا باید بولبرینگ رو تو جاش جا بزنم. خیلی باید دقت کنید که ضربه که میزنید فقط به دور بولبرینگ زده بشه که کیپ کاملا داخل بره، به وسطش هم ضربه بخوره، وگرنه ساچمه‌ای که بین این دو تا قسمت قرار داره خراب میشه و دیگه این بولبرینگ اون کارای خودشو نداره. پس من یه چوب استفاده میکنم، یه چوب کاملا تخت روش میذارم و ضربه میزنم. به این صورت بولبرینگ کاملا جذب این داخل میره و میبینید که قسمت وسطش به راحتی باز میمونه و دورش دیگه کاملا جذبه. حالا بعد شافتم داخل بزنیم به این صورت تا بتونه بچرخه. همونطور که میبینید میتونه کاملا هرزگرد بچرخه. خب شافتی که قلتک با هرزگرد بگرده همونی بود که ما قلاویز کردیم و از این دو تا قسمت پیچ بسته میشه، این قلتک میتونه بالا پایین رگلاش بشه. پس من این شافت رو توش جا میزنم.
به این شکل قطعه که آماده میشه به صورت هرزگرد حرکت میکنه، میبینی که شافت ثابت نگردش هم و قطعه حرکت میکنه و قطعه که بعدیمون هم باید شافتش ثابت بشه که وقتی به یک الکترومتور یا دریلی وصلش میکنیم زمانی که شافت گردش در میاد این قطعه باهاش به گردش در بیاد و بتونه سوم رو حرکت بده. پس میتونیم از این وسط یه پیچ بریم توی این شافت بکنه یا اینکه مثلا با چسب این شافت رو توی این قطعه ثابتش کنیم. من سوم رو تهیه کردم، حالا باید نسبت اندازه اون فاصله دو تا قطعه هم تعیین کنم و قطعات رو آماده کردم برای این کار. اینجا من دو تا قطعه رو قرار میدم به این صورت، میکشمش و پشت تا پشت کار اندازه میزنم 41.5 سانتی متر و چوبایی که آماده کردم 41.5 هستن. یکیشو به قطر قطعه گرفتم 7 سانتی متر و یکیشو مقدار پهن‌تر گرفتم که در مراحل بعدی برای کاری که لازم داریم استفاده می‌کنیمش. حالا در این توضیح میدم که ماجراش چیه. حالا باید یه قطعه هرزگردو که این باشه اینجا قرار بدم، فقط که بعدی رو پایین ثابت کنم. این قطعه که باید متحرک باشه توی شیاری با پیچ‌هایی که تنظیم کردیم عقب و جلو بشه که بتونیم کشش سنبده رو روش تنظیم بکنیم. حالا من مراحلش انجام میدم ببینید چه صورته. اولی کاری که میکنم این سمت بلبل اینجا بزنم، دو توربین قسمت بلبل اینجا بشه که این قطعه ثابتمون توی اون بلبل اینجا قرار بگیره. پس مرکزیابی میکنم به اندازه قطر قطعه‌مون. اینجا رو متحرک میزنم و بلبل تو جاش قرار میدم. سمت مقابل قطعه متحرکمون قرار میگیره که باید اینجا رو شیار بزنم که این قطعه بتونه توش بالا و پایین بره. خب چه بلبلنگا خالی شده، الان میتونیم بلبلنگا رو جا بزنیم، ولی قبلش باید جای شافت رو من متی 11 بزنم که شافت این داخل آزاد حرکت بکنه. به این صورت قطعه توشون قرار میگیرن و این قطعه اینجا بهش موتور بسته میشه. به این صورت اینجا به گردش در میاد و سنبده به گردش در میره. این قسمت هرزگرد که با سفت پیچه که میخواییم بزنیم قابل رگاش هست و کشش سنبده رو تنظیم میکنه. من ادامه مراحل رو میرم، بعد دو تا تقریبا اینجا بزنم، دو تا چوبی که تو این قسمت قرار بگیره دقیقاً هم سطح با دو تا قطعه قرار بگیره و پیش بشه به این دو قسمت و ثابت بشه که سنبده روی اون حرکت میکنه، میتونیم به تمام روش تکیه بدیم. من یه جای پیچ‌ها رو خزینه کردم که کل پیچ کاملا توش بخوابه. من وقتی که سنبده رو تو قطعه اندازه گرفتم، وقتی قطعه رو جاش قرار میدم به این صورت اندازش رو برداشتم و حدوداً 30 اندازه گرفتم. یه فاصله قطعه دادم و لبشم فارسی کردم که به قطعه نگیره. اگر صاف می‌گرفتم بعد عقب‌تر می‌گرفتم، این فضا خالی می‌موندش. حالا میام قسمت‌ها رو پیچ می‌کنم تو جاش دقیقاً لبه قطعه‌ها. قطعه‌ها با این قسمت مماس هستش، من می‌خوام مماس می‌کنم، پیچ می‌کنم و برای قرار دادن قطعه‌ها باید واشر حتما قرار بدم. یه واشری که از اندازه قطر بیرونی بلبلین کوچیک‌تر باشه که فقط با قسمت داخلی درگیر باشه و بین بلبلین و این قسمت قرار بگیره. اون وقت به این صورت ربون قطعه‌ها می‌تونن حرکت بکنن. هم اینجا قرار بدم هم این سمت. و یه قسمت بالا که این یکی هم بیاد روی اون قرار بگیره. واشرات جاش قرار میدم و قطعه قرار میگیره. خب این پیچه بلند هستش و این قسمت من اندازه‌شو گرفتم و علامتش میخوام ببرم. برای اینکه پیچه ببریم بهتره که یه مهره ببندیم و از اون قسمت عبور کنه، برش رو بزنیم و بعد مهره که باز می‌کنیم اون قسمت سر رو که پلیس داره درست می‌کنه و دیگه برش رو به راحتی اتفاق می‌افته و سر پیچتون هم درست میشه. اگر که مهره نباشه سر پیچ برش بزنید و پلیس میده و بستنش روی کار خیلی سخت میشه. پیچ رو بریدم، الان مهره رو باز کنم اون پلیس گرفته میشه و سر پیچ خودش درست میشه. حالا بعد از این قسمت پیچ رو قرار بدم و اون قسمتی که قرار بود کرده بودیم ببندم. حالا سمبده تو جاش قرار میدم و با استفاده از پیچ‌هایی که اینجا داشتیم سفت می‌کنم تا قطعه بالا بیاد و سنباده سفت بشه. این پیچ در دو طرف قرار گرفته و هر چقدر که این قطعه سفت می‌کنم این سمت قطعه بالا میاد و هر چقدر اون سفت کنم اون سمت بالا میاد و از این طریق می‌تونیم حرکت سنباده رو هم رگلاش کنیم.
خب به این صورت کار ما کامل میشه و همینطور که دیدیم با استفاده از این فیچرا میتونیم حرکت سنباده رو رگولار بکنیم به این سمت اون سمت. فقط برای اینکه این سنباده زود خورده نشه و برای این چوب خورده نشه بهتره که از یه ورقه استیل زیر استفاده بکنیم، یه ورقه استیل زیر این سنباده قرار بدیم و روی این تخته لایی پیچش بکنیم که سرعت سطح سیگالی باشه و این سنباده روی اون حرکت بکنه. اینجوری میتونیم خیلی راحت ازش استفاده بکنیم. توی این قسمت هم میتونم هم دریل نصب کنم، هم میتونم ماشین پوست نصب کنم، هم میتونم یه موتور مجزا اینجا سوار بکنم و از طریق فولی و تسمه این قسمت سنباده رو گردش بگیرم. ولی چون کار ما ادامه داره و قراره که اتفاقات دیگه بیفته، ما فعلا این قسمت نگاش می‌کنیم تا مرحله بعدی ببینیم به چه صورت چه کاری می‌خوام انجام بدیم.